آخه نیستی عاشق بلا و نمیای تا آتیش سلام عاشقونه این عشق مسموم رو با تنین صلح به صحرای دلم بنشونی. این متن 8 آهنگه که لیلا کسرا برای اندی سرود و اندی با صدای دلنشین و گرمش برای ملت ایران خوند و ما امشب با اندی هستیم. اندی که همه ما ازش خاطره داریم، همه ما صداش و آهنگای شادش ما رو به رقص انداخته، ما رو دلمون رو شاد کرده. و سلامی چو بوی خوش مهربانی به همه همراهان این برنامه و به اندی عزیز. سلام، خوشحالم میبینم ایتون. من بیشتر اندی جان خیلی خوش آمدیم به برنامه پیشن اباد. خیلی خوشحال هستم که میبینم ایتون. امیدوارم که مصاحبه خوبی باشه. سلام علیکم. مصاحبه خوبی الان شده هست. خوبی؟ با وجود شما حتما خوب خواهد بود. من عالی هستم، خدا رو شکر. امیدوارم که شما خوب باشین. ما در رابطه با لیلا کسرا عزیز صحبت میکنیم و به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم که نحوه آشنایی شما با ایشون چطور بوده؟ من و کوروش اون موقع تقریبا تازه شروع کرده بودیم و کوروش آشنایی داشت با لیلا جان از قبل و خب من و کوروش تو استودیوی فرخایی آهنگامون رو ضبط میکردیم، با علیرضا امیرقاسمی کار میکردیم و تعدادی از اشعار خوب لیلا کسرا پلو علیرضا امیرقاسمی بود. وقتی من و کوروش شروع کردیم آلبوم ضبط کردن، خب علیرضا تیم دائمی من و کوروش بود و چند تا از اون اشعار رو به ماها داد که من آهنگ بلا رو اول روشون ساختم، بعد فرخایی سلام عاشقانه رو ساخت، بعدان چند سال بعد آشنایی ما از اونجا از روی اشعار و کاراش شروع شد. البته خب من از کارهای خودش با دیگرون خوب میشناختمش و برای ما افتخاری بود که ترانه‌هاش رو بخونیم. بله، بسیار عالی. شما چند تا کار با ایشون کار کردید. علی جان خواستم بپرسم که شما چقدر با روحیات ایشون آشنایی داشتین؟ چه روحیاتی داشتن؟ آیا مثلا روحیه خاصی داشتن که قابل توصیف باشه؟ متاسفانه زمانی که من باش آشنا شدم و دیدارهامون با هم دیگه شروع شد، ایشون سرطان داشتن و خب مسلماً روزای آخر زندگیش بود و اینطوری نبود که معمولا ما تو پارتی ها و کنسرت ها ترانه سراها یا آهنگسازا رو میبینیم. در یه شرایط بخصوصی ما ایشونو میدیدیم، ولی حتی در اون شرایط خودش مثبت بود و آینده نگر برای ماها. مثلا من خوب یادمه که آهنگ گرد سفیدو که راجع به مواد مخدر هست، خودش با ما تماس گرفت، آهنگی رو که شمایزاده آقای شمایزاده روش ساخته بود پیشنهاد کرد، گفت من به خواننده های احتیاج دارم که مواد استفاده نمی کنن که این آهنگ رو بخونن. و من و کوروش مثلا اون موقع سالم بودیم و شانس ما بود که این آهنگ رو خوندیم. حالا انشالله به کسی بر نخوره، ولی خب باعث خوشحالی و خوشبختی منه که اون آهنگ رو به ما داد که ما بخونیم. بله، بسیار عالی. بچه نوبه اندی عزیز، یه ترانه خوندید به نام صلح آبی و سفید، گویا که یه داستانی پشتش هست. این داستان ما میخواییم بدونیم، بلکه خاطره ای هست همراه این داستان برامون تعریف کنید. پشت هر آهنگی داستانهای مختلف هست. من نمیدونم شما کدوم یکیشو انترسته هستین، ولی خب شیرین ترین قسمت اون آهنگ وقتی فرخاهی این آهنگ رو ساخت و به خاطر دوستی من و کوروش و علیرضا امیرقاسمی و فرخ و کوجی و اون زمان چون همیشه ما با هم بودیم، این آهنگ هم تصمیم گرفتیم با هم دیگه بخونیم که
باز جز خوشبختی های ما بود که عده زیادی هم از خواننده‌های دیگه، معین جان، مرتضی برجسته، خانم فتانه، هم تو اون آهنگ شریک بودن با ما. و اون خاطره ای که ما تو استودیو راست، استودیو فرخایی داشتیم برای ضبطش، خیلی شیرین بود که با چند تا از دوستان خودمون هنرمندا چند روزی رو سپری کردیم و اون آهنگ هم به نظر من یکی از قشنگترین آهنگاییه که فرخایی ساخته و به نظر من در هر نسلی این آهنگ دوباره بازسازی باید بشه که همه هموطنامون اینو بشنون. برای اینکه پیامی پشتش هست که این پیام برای همه نسل‌ها قابل توجه هستش. درست. و همونطور که شما خودتون فرمودی، لیلا سالهای درازی رو در بیماری به سر می‌برد. آیا هیچ وقت توی اون دوران به ملاقاتش رفتی و آخرین ملاقاتتون، آخرین دیدار با این بانوی هنرمند به خاطر داری؟ چه موقع بودش؟ به چه صورت بود؟ بله، آخرین ملاقات ما به خاطر همین آهنگ گرد سفید بود که من و کوروش رفتیم ایشون رو دیدیم و الانم که صحبت میکنم باورم نمیشه، چون شما متوجه نمیشدین که مریضه، چون خودش روحیش اینقدر مثبت بود و ممکنه خودش هم باور نمیکرد که این زندگی تموم شدنی هست و ما هم باور نمیکردیم، چون خودش اینقدر مثبت به زندگی نگاه میکرد. جناب اندی، اگر مطلبی رو در مورد لیلا دوست دارید بفرمایید، ما خوشحال میشیم که بشنویم. من چون خودم هم آهنگ میسازم، به نظر من آهنگ بلا که روی یکی از ترانه‌های قشنگ لیلا جان ساختم، یک رابطه فراتر از انسانی بین من و ایشون درست میکنه که همون روزایی که اون شعر به من اون احساس رو میداد که اون ملودی رو ساختم که میلیون ها ایرانی از این آهنگ سالهای سال لذت میبرن، هنوزم وقتی گوش میکنن مردم باش میرقصن و شادی میکنن، این احساس بین من و لیلا کسرا برای من مقدسه، برای من خیلی احساس خوبیه، همون احساسیه که من با پاکسیما که بیشتر آهنگای منو ساخته دارم. این احساس تکرار شدنی نیست. علی جان، شما همطور که فرمودید آهنگساز هستید و کارهای خیلی بزرگی انجام دادین توی طول زندگی هنریتون. من خودم از بچگی باهاتون خاطره داشتم واقعا، و واقعا باعث افتخاری که الان دارم باهاتون صحبت میکنم. شما به عنوان آهنگساز، چون خودتون هنری هستین، میخواستم بدونم که کدوم یکی از اشعار لیلا کسرا عزیز رو بیشتر دوست دارین، مورد توجه شما بوده؟ آهنگ سلام عاشقونه که فرخاهی آهنگش رو ساخته و تنظیم کرده. متوجه شدم. هنرمنده که با هم خیلی کار میکنن و با هم رابطه نزدیک دارن، در واقع خب خاطراتی هم این وسط همیشه هست که شاید جالب باشه. شما آیا خاطره جالبی دارید که با لیلا کسرا عزیز داشته باشین که بخواین تعریف کنین؟ نه متاسفانه، به خاطر اینکه همونطور که گفتم من سالهای آخر باش آشنا شدم و ولی برای اینکه یه چیز مثبتی گفته باشم از لیلا کسرا، پسرش علی افشار اون موقع فکر میکنم 11-12 سالش بود که من و کوروش میرفتیم خونهشون که با لیلا جان برای آهنگا کار کنیم. الان علی افشار یکی از بهترین پرودوسرهای فیلم‌های آمریکاییه که تو هالیوود هم معروفه، فیلماش تو نتفلیکس و اینا میبینید و باعث خوشحالی منه که بگم 2-3 از فیلم‌های آمریکایی که علی ساخته من توش خوندم. خانم من شیرینی آهنگش ساخته به زبان انگلیسی و من به زبان انگلیسی تو فیلم‌های آمریکایی که
علی افشار ساخته خوندم و در نتیجه رابطه من با خانواده لیلا کسرا هنوز به خوشی ادامه داره. بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم که تشریف آوردین. همکار عزیزم ادامه میدن. و از طرف پرشن وارز سپاسگزاری میکنم از اندی با حضور گرم و مهرآمیزش در برنامه مون. و این برنامه بخشی هست از یه مجموعه عظیم و ارزشمند تاریخ تصویری بزرگان ایران زمین که یاد همه اونها و به ویژه یاد لیلا کسرای عزیز بسیار گرامی هست. به اتفاق همکارم الکس از همه دوستان و بینندگان این برنامه خداحافظی می کنم و امیدوارم که همشون سلامت خوش باشن و همینطور از مهمان عزیزمون جناب اندی خداحافظی می کنم. براو به این برنامه خوبی که شما درست بکنید. خیلی ممنون شما و شاد و اهورایی باشید و زندگی شیرین به کامتون.